به هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت ستارخان قراچه داقی، شهروندی عادی اما ادالت خواه است که کارنامه پربار از جوانمردی و حمایت از مالباختگان و فقیران دارد او با سواران مسلحش همچون ایاران دوران کهن به مقابله با دزدان و گردنگیران و گاه با باشخواهی های قوای دولتی در تبریز به مبارزه می پردازد. دلاوری های ستارخان انجمن ایالتی مشروط خواه آذربایجان را بران داشت تا مسئولیت فرماندهی قوای مشروط خواه را در دوران قحطی بزرگ تبریز به وی بسپارد. تقسیم گندم سیلوهای شهر میان گرسنگان شهری نمونه ای از تلاش ستارخان برای حفظ جان و امنیت شهروندان تبریز بود که افزایش محبوبیت عامه را برای او به همراه آورد. محمد علی شاه با پیشنهاد کلونل لیاخوف روسی و استخاره و تایید آخوند میرزا ابوطالب زنجانی از مراجع تقلید مجلس را به توپ بست و بسات مشروطه را برچید. با به تو بستن مجلس شورای ملی که اعدام، بازداشت و تبیید آزادی خواهان و شکست جنبش مشروطه را در پیداش تبریز تحت رهبری ستارخان تنها سنگر دفاع از آزادی در برابر استبداد شده پایداری مشروطه خواهان ایران شد. قوای استبدادی در تبریز به پشتیبانی دولت روسیه انجمن اسلامی را راه اندازی کرده با تصرف بخشهایی از تبریز و انتشار روزنامه های اسلامی و آملا امو به رقابت با فعالیت های آزادی خواهانه انجمن های ایالتی و ولایتی برخواستند که در اوایل بخش بزرگی از تبریز به جز محله امیرخیز را فتح کردند. محاصره تبریز حدود 14 ماه به درازا کشید. خبر پایداری آزادی خواهان تبریز در برابر چهل هزار قوای دولتی همه روزه در نشریات اروپایی و آمریکایی باستاب میافت که جنجالی ترین خبر آن خبر کشته شدن هاواد باسکلویر آموزگار آمریکایی مدرسه مموریال در 21 آوریل 1909 بود که از همان آغاز محاصره تبریز داوطلبانه به قوای ستارخان پیوسته بود. پایداری مشروطه خواهان تبریز امید به بازگشت آزادی، قانون و ادالت خانه را در دل ایرانیان زنده نگه داشت و سرانجام قوای مشروط خواه بختیاری به رهبری نجف قلی خان بختیاری پس از فتح اصفهان روانه تهران شد و در همسویی با قوای مشروط خواه گیلان به رهبری یپرم خان ارمنی تهران را فتح و محمد علی شاه را وادار به کنارگیری از قدرت کردند. اما تحرکات دولت های روس و انگلیس نه تنها پایان نیافت بلکه به باور بسیاری از کارشناسان بیش از گذشته شده بود در همین حین سمسام و سلطنه صدر با ارسال تلگرامی به ستارخان او را به تهران دعوت کرد ورود ستارخان به تهران با استقبال بینظیر و پرشور مردم روبرو شد اما اقامتش اسباب نگرانی دولت وقت و سفارتخانه های روس و انگلیس شده بود ترور سید عبدالله بهبهانی از حزب اعتدالی و سپس ترور میرزا علی محمد تربیت از رهبران حزب اجتماعیون طرح خل اصلاح گروه ها را تقویت کرد. واقعی خونبار پارک اتابک حاصل تصویب طرح مجلس برای خل سلاح بود. ستارخان سه سال بعد بر اثر زخم درگذشت و جسد او در باغ توتی در نزدیکی های امامزاده شاه عبدالعظیم شهر ری به خاک سپرده شد. بابک شوهایی، صدای آمریکا.